هایی که در اینجا به دام افتادن اینا رو به سمت چهارراه حلق هدایت میکنه. اوکی؟ پس ببینید ما سعی کردیم که اینجا براتون اینو بگیم که در قسمت بینی، در حفره بینی ما ابتدا پوست نازک دارای مو داریم، در انتها مخاط مژگدار داریم. مخاط مژگدار بچه ها یک گفتیم که باعث بدام انداختن ناخالصی های هوا میشه، دو باعث مرطوب شدن هوا، سه گفتیم که با حرکات ضرباندار مژگ ها این در واقع مخاط به همراه موادی که در اون بدام افتادن رو به سمت حلق چیکار میکنند؟ هدایت میکنند. خب بچه ها وقتی که این در واقع مخاط وارد حلق میشه، دو تا راه پیش ندارن، یا به شکل خلط خارج میشن. عرض کنم که یا وقتی که حالا به شکل خلط خارج شدن، این حالا میشه ارادی، ما به شکل خلط خارج میکنیم. دوما این که بچه ها اگر وارد حلق بشه میتونیم به شکل بلع، خب چکار کنیم؟ وارد معده کنیم، که وقتی که وارد معده میشه توسط شیره معده نابود میشه. اوکی؟ اما بریم سراغ اگر بچه ها یک نکته که وجود داره اینه که در مایع مخاطی عرق، اشک و بزاق، این خیلی مهمه، لیزوزوم وجود داره. این لیزوزوم هر کجا که باشه، بارها بهتون گفتم، باعث نابودی باکتری ها میشه. باعث چی میشه؟ نابودی باکتری ها میشه. پس در این موادی که من بهتون گفتم که الان داریم مایع مخاطی رو مورد بررسی قرار میدیم، این موارد باعث نابودی باکتری ها میشن، چرا که دارای آنزیم لیزوزوم هستن. اما بریم سراغ حلق. بچه ها حلق یک گذرگاه هست، جنسش عضله هست، هم هوا هم غذا از اون عبور میکنه. بچه ها در انتهای خودشون به یه دوراهی هنجاری که در جلو و مری که در پشت نای قرار داره ختم میشه. پس حلق در انتهای خودش به یک دوراهی میرسه. ببینید حلق گفتیم که به یک دوراهی میرسه، حنجره در جلو، مری در پشت نای. جهت حرکت مژک های مجاری تنفسی شامل بینی، حلق، حنجره، نای، نایژه و نایژک ها همواره به سمت حلق هست، همواره به سمت حلق هستش. یعنی ما در طول مجاری تنفسی که مخاط مژگدار داریم، حرکات ضرباندار مژگها باعث میشن که مخاطی که در اونجا به دام افتاده، در واقع اون موادی که در مخاط به دام افتاده به همراه مخاط به وسیله حرکات ضرباندار مژگها وارد حلق بشن. و در حلق گفتیم که دو تا راه بیشتر ندارن، یا به شکل ارادی به شکل خلط خارج میشن، یا توسط بلع وارد معده میشوند. اما دوستان من حنجره در ابتدای نای هست. من اینجا بهتون گفتم که حلق به دوراهی میرسه، اولین دوراهی حنجره هست، دومین دوراهی اولین راه حنجره، دومین راه مری هست. حنجره بچه ها وارد کجا میشه؟ وارد نای میشه. یعنی از حنجره که عبور کنیم میرسیم به نای. خب بچه ها حنجره در ابتدای نای قرار دارد. دوستان حنجره گفتیم که دو تا عمل داره، یک اینکه با داشتن دیواره قزروفی، یعنی در واقع حنجره ما یک دیواره قزروفی داریم که مجاری عبور هوا رو چکار میکنه؟ باز نگه میداره. آقا در تنفس در برخی بخش های حادی ما یه قزروف داریم، این قزروف کارش چیه؟ کارش اینه که مجاری رو باز نگه داره برای عبور هوا. اوکی؟ با داشتن یک درپوش به نام اپیگلوت یا برچاکنای،
مانع ورود غذا به نای می شود وقتی که ما داریم بر انجام میدیم. خب این آقای اپیگلوت خب میاد پایین